الحمد لله القائل في محكم آياته وهو أصدق القائلين، فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد القائل: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. علماء و دانشمندان گرامی، برادران و خواهران عزیز، پسران و دختران نور چشم، مهمانان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبتم و طاب ممشاکم و تبوأتم من الجنه منزلا. نخست پیغام محبت، مودت و خوت، برابری و دعاهای از صمیم قلبشان از طرف مجمع علمی مراکز اسلامی مقیم کالیفرنیا برای فرد شما تقدیم می‌کنند. اعضای مجمع علمی مراکز اسلامی موسوم به معلم، احترامات و تمنیاتشان را خدمت شما تقدیم نمودند و موفقیت و پیروزی این کنفرانس شکوهمند را از بارگاه پروردگار آرزو نمودند. و بنیابت از مجمع علمی مراکز اسلامی معلم افتخار اشتراک در این کنفرانس را برایم دادند تا به صورت مفصلتر پیرامون مشکلات خانوادگی مسلمانان در جوامع غربی و راه‌های حل آن با شما صحبت کنم. قبل از اینکه به موضوع آغاز بکنیم، می‌خوام تا به صورت مختصر پیرامون مجمع علمی معلم، یکی از دستاوردهای عظیم و بزرگی عصر امروز ما هست، برای شما مختصراً معلومات تقدیم میکنم. مجمع علمی معلم که کلمه معلم مخفف از حروف اولیه آن میباشد، که مرکز مجمع علمی مراکز اسلامی افغانی در حدود 2 سال قبل در ایالت کالیفرنیای امریکا تأسیس یافت. ریاست این مجمع را پروفسور عبدالستار سیرت باخته دارم که انشاءالله همه شما به شخصیتشان آشنا هستید. معاونیت این مجمع را دکتر ارشد ارشاد و دکتر عبدالله سیدی باخته دارند و این مجمع دارای 5 شعبه است: شعبه فتوا، شعبه میدیا یا اطلاعات، شعبه مساجد و مراکز اسلامی، شعبه مدارس و مکاتب و شعبه مالی. هر کدام از این شعبات پنجگانه دارای رئیسی هست و از خود معاون دارند و از خود اعضایی دارند. هدف از تأسیس این مجمع این است تا تمام احکام، تمام مسائل مربوط به فقه اسلامی ما از یک منبع که عبارت از منبع شعبه فتوا است صادر گردد. و هدف از شعبه مساجد و مراکز اسلامی این است تا از
اتحاد و همبستگی و اخوت و برادری مراکز و مساجد اسلامی اینها پشتیبانی بکنند و در راه ایجاد وحدت میان تمام مراکز اسلامی در سرتاسر امریکا و کانادا اینها گشاده باشند و به فضل پروردگار فعالیت های شعبه فتوا عملا به کار خود آغاز کرده و نشریه داره به نام نشریه معلم که مسائل مربوط به فتوا به طور مسلسل در صفحات او درج می شود و او حیثیت اجماع امت را در سرزمین امریکا و کانادا دارا می باشد. فتوا از طرف شخص صادر نمی شود بلکه از طرف گروهی از اعضای که هر کدام دارای تخصص در موضوعات فقه، حدیث و تفسیر دارند صادر می کرد. شعبه مساجد عملا کار خود را آغاز کرده و شما شاید که شنیده باشید که از خلال چینل های تلویزیون که به فضل پروردگار وحدت و اتحاد و اتفاق میان مراکز اسلامی در سرتاسر ایالت کالیفرنیا و بالاخره در حوالی و در نزدیک های اون با وجود آوردند و از بارزترین و مهمترین عملی که انجام دادند نجات مسجد قبا در شهر الامیدای ایالت کالیفرنیا امریکا بود. مسجد قبا که به نام نخستین مسجد در اسلام نامگذاری شده بود و 26 سال پیش تأسیس گردیده بود و برادران و خواهران مسلمان شما در راه اعمار او عرق ریزی کرده بودند، قریب بود تا در ماه اپریل گذشته خدای نخواسته از دست برود، اما با همت و اخلاص و دعاهای شباروزی برادران مخلص ما مجمع معلم توانستا مسجد قبا در شهر علمیدار نجات بده و امروز الحمدلله ندای الله اکبر در بالای مسجد بلند شد. مسجد قبا در علمیدار 95,000 دلار قرضدار بود و اگر ما این قرض یا مسجد قبا این قرض تا به روزی چندم 16 یا 17 اپریل تقدیم می کرد مسجد از بین رفته بود و به ویرانه یا به محل فساد مبدل می شد. اما الحمدلله به اساس فعالیت و به اساس اخلاص برادران و خواهرانتان ما مجمع معلم توانست با مسجد قبا را نجات بده و الحمدلله فعالیت هایش همچنان ادامه دارد. شعبه میدیا یا شعبه اطلاعات مجمع معلم الحمدلله عملا به کار خود آغاز کرده و زیر نظارت خود در اول ماه جون تلویزیونی به نام یا به عنوان تلویزیون آرمان انشاءالله که در سطح امریکا و کانادا پخش میگردد و به توفیق پروردگار آرمان و آرزوهای مسلمانان سرتاسر جهان را بخصوص مسلمانان آمریکا و کانادا را انشاءالله برآورده خواهد ساخت. این تلویزیون 7 برنامه یا پروگرام اکادمی دارد که به زبان فارسی و پشتو تقدیم میشه و در مقابل 7 پروگرام اکادمی دارد که عین موضوعات به زبان انگلیسی تقدیم میشه. از موضوعات مهم اکادمی عقیده، فقه، تفسیر، حدیث، اخلاق اسلام و سؤال و جواب. شعبه مالی هم عملا به کار آغاز کردند، اما با تأسف بیش از حد که به فقر مالی گرفتار است و از بارگاه پروردگار آرزو داریم تا مشکلات شعبه مالی مجمع نیز حل بگردد و بتواند تا در راه مسئولیت هایی که به عهده گذاشته شده
عملی را انجام دادند. از بزرگترین اعمال مجمع علمی معلم انعقاد کنفرانس هایی بوده که زیر عنوان رحمت للعالمین، کنفرانس میلاد نور، کنفرانس خانواده و همسال آن منعقد کردید و هم از زیر سرپرستی علما و دانشمندانی که در این مجمع عضویت دارن انجام گرفت و از بارگاه پروردگار آرزو داریم تا این کنفرانس امروز ما هم در زیر عنوان تحداب خانواده در اسلام است در زمینه عموم کنفرانس ها موفقانه انجام بگیرم و خدماتی را برای برادران و خواهران ما انجام بدم. حال بس میگردیم به موضوع امروزی که در اون مورد انشاءالله با برادران و خواهران صحبت میکنیم و عبارت از ایست که مشکلات ازدواج در سرزمین غرب یا در بخصوص در امریکا و کانادا. برادران و خواهران مسلمان، اسلام دینی وسط است، دینی میان است. و جعلناکم امتا وسطا، قرآن میگوید که ما شما را امتی وسط و میانه خلق کردیم، نه افراد است و نه تفریق. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید که ایاکم والغلو، شما از غلو، از افراد، از تجاوز پرهیز نمایید. انما حلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، رواه احمد. زیرا غلو و افراد گذشتگان شما را هلاک ساخت. امت اسلامی ما امت گزیده، امت مختار، امتی است که رهبری جهان را به عهده داشت. این رهبری امت اسلامی ما نه از حیث رنگ و پوست و نه از حیث منطقه و مکان، بلکه این ریادت و قیادت و رهبری بر اساس چی بود؟ بر اساس عمل بر اساس قرآن کریم و سنت مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امت اسلامی ما ملت امتی است که راه راست و مستقیم و اعتدال را دنبال نموده و هیچ گونه انحراف و کجی و افراط و تفریط در آن وجود ندارد. و با این میان روی و با این عدالت خود خواست تا آسایش و آرامش را در میان انسان ها هم از مسلمان و غیر مسلمان برقرار سازد. و قرآن کریم امر کرد و فرمود که ان الله یأمر بالعدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، الله عز وجل به عدالت و احسان امر می کند. وقتی که ما عدالت میگوییم، هدف ما عدالت مطلق است. عدالت در هر امر، در هر تصرف، در هر گفتار و در هر کردار. عدالتی که در اون هیچ ظلم و ستم و تعصب وجود نداشته باشد. و اسلام از بعد تأسیس تا چندین قرن این عدالت را در میان بشر برقرار ساخت. و با این عدالتی که برقرار ساخت، هیچ مشکلی به نام مشکل زن در اسلام وجود نداشت، بلکه زندگی زن و شوهری به صورت بسیار آرام و آسوده و پیش می‌رفت. زیرا زن و شوهر حقوقشان را از قرآن کریم و سنت پیغمبرشان اخذ می‌کردند و قرآنشان و پیغمبرشان برایشان حقوقشان را تعیین کرده بود.